از قبیل یخچال، لباسشویی، اجناس خوردهریزی برقی که روزانه مورد استفاده صورت میگیره، اونا رو ما وارد میکنیم. بسیار عالی. هر روزی که سپری شده میره در دنیا و در افغانستان زندگی ها به قول معروف لاکچری تر شده میره و سهولت ها بیشتر شده میره. مردم هم دوست دارن، هر انسان دوست داره که سمت زندگی بره که هم تجملاتی باشه و هم لاکچری باشه و راحتی داشته باشه با خودش. چقدر چیزهای جدید در کمپانی شما آمده که همو بحث لاکچری بودن را هم با خودش داره و سهولت هم ایجاد میکنه برای مردم؟ خوشبختانه میشه گفت که از همی اجناس برقی خانگی که از همی کتگوری میباشه که در سطح جان استفاده میشه، ما میشه گفت که 90%، 85% یا 80% خب بالاخره ما داخل افغانستان همی حال استفاده میکنیم و اکثرا موجوده. بسیار عالی. چی ها رو بیشتر در شرکت حامد راستین فروش دارین؟ چون یک فروشگاه لوازم خانگی است به قول خود شما که یخچال و همه چیزی که بالاخره نیاز یک خانواده است، کدام قسمت یا کدام اجناس شما بیشتر فروشات داره؟ اجناس خورده‌ریزه هم ضرورت خانواده ها اینا میشه، اجناس بزرگ تا یخچال و لباسشویی و ظرفشویی و این چیزا هم ضرورت خانواده ها میشه. دقیقاً معمولا خانواده ها ترجیح میدن که همون جنسی که زیادتر مورد ضرورت نا هسته، مثل مثلا یخچال، لباسشی یا LED، تلویزیون های LED و انواع و اقسام اینا بیشتر ضرورت میشه. باز به کتگوری بعدی اجناس خوردریزی مثل ماشین آب میوه و میکسر ها و دستگاه خمیرساز و برای نان اینا که هسته، دستگاه هایی که میکسر هست برای کیک و اینا خمیر جور، انواع و اقسام اینا ضرورت میشه خرید میکنه. هر کس مطابق به مو ضرورت خود میان خرید میکنه. بین راجع به قیمت ها هم صحبت کنیم، قیمت ها چی رقم هست در شرکت حامد راستین؟ قیمت ها خدمت شما عرض کنم که در بازار همی هرات ما و شما میشه گفت که 4-5 کتگوری اجناس موجود است، ارزون، گرانتر، مطابق با کوالیتی بالا رفته میره قیمت ها. دیگه ما خوشبختانه از هر کتگوری داریم، بعضی هم شهری ها ما هستن متوجه به اینن که پولی کمتر مصرف بکنن، باز اونا مطابق به مو جیب خود خرید میکنن. بعضی ها هستن که یک بار دو بار اجناس خراب کردن، باز کوشش میکنن جنس بهتر بگیرن، اونا باز کمی پول بیشتر میدن. و طبیعیه کوالیتی که بالاتر باشه داشت و دوام خود جنس هم بالاتر میده. بله، با شعار ارزان به علت نیست و قیمت به حکمت چقدر موافق هستین؟ 100%، 100%. دقیقاً همون یک چیز است. البته بازار است. حالا من مشخص نمی کنم قیمت نشه. بعضی مثلا کاسبا هستن و جنس ارزان بی کیفیت هم گرون میدن. دیگه بازار است، رقابت آزاده، هر کس اختیار خورده. بسیار خوب. محصولات حامد راستین را از کجاها میشه به دست آورد؟ به داخل منظور شما؟ داخل ما به هرات دو نمایندگی به خدمت همشهری عزیز خود داریم. یک نمایندگی جاده بانک خون، مارکت پرنس، نبش مارکت پرنس. یک نمایندگی هم داخل جاده بهزاد، مارکت حفیظی پلازا، منزل تکوی، دکان رو دست راست. این دیگه این خیلی پیچیده بود. ما امیدوار هستم کسانی که صدای ما رو میشنوین، تصویر ما رو میبینین، این آدرس را یادداشت کرده باشین، در حافظه سپرده باشین، چون گوله ایش خیلی زیاد بود. کوتاه بگیم داخل مارکت حفیظی شرکت تجارتی حامد راستین. این کوتاه‌تر بهتر شد به نظر من، چون میتونن راحت بس پیدا کنن داخل مارکت که آمدن. بسیار خوب. چه تعداد مشغول کار هستین در شرکت حامد راستین در هرات؟ در هرات خوشبختانه دوستا و همکارای ما که با ما کمک میشن در داخل شرکت حدود 6-7 نفر است. 6-7 نفر. از ماشاد چون چیز نخواد گفتین؟ ماشاد دیگه بستگی به تقاضا و مارکت و بازار اینا داره. و کارکرد فرد هم به نظر میگیرین دیگه قطعا؟ بله بله. خب بسیار عالی. کدام وقت شده راستین صاحب که از کارمند خود، از کسی که سرش اعتبار کرده باشین، خدا نکرده ضربه دیده باشین؟ خب سوال سخته. دیدیم. دیدیم. دیدیم بله. و چی باعث شده اعتماد شما؟ دیگه توقع نداشتیم که حتما صداقت ببینیم. گذر زمان مشخص می سازه که کی راستکار است، سر کی میشه اعتبار کرد. باز
اشخاص و افرادی که با ما کار میکنن خوشبختانه 98% مردم صادق، راستکار و کسایی هستن که ما با وجود اینا در کنار خود افتخار میکنن. فریکانسا هم دیگر پیدا میکنن انشالله. شما خوب هستین که همکارا و کارمندا سلامت باشین. همکارا هم خوبن که اگر خدای نخواسته یک شخص استفاده جو با بین اینا رخ نمیکنه خود اینا اوتومات حذف میکنه. بسیار خوب. پلانای آینده شرکت حامد راستین چی است؟ پلانا که زیاد هست، البته میشه گفت از یک لحاظ آرزوها هست. بله. اولین آرزویی که ما داریم و همه نمایشگاهی که ما اشتراک کردیم فعلا اکثر اجناس تولید خود وطن است. بله. ما هم یکی از آرزوها ما همی است که یک زمان بتانیم همه اجناسی که ما وارد میکنیم اینا رو هم داخل تولید بکنیم. انشاءالله. از یک طرف پول از داخل مملکت ما خارج نره. بله. از یک طرف مردم صاحب کار و عواید بشن و از یک طرف ما به آرزو خوب برسیم دوباره. حتما و این مطمئن باشین وقتی ملی گرایی وجود داشته باشه خواسته نخواسته این اتفاق خود به خود میفته و کمک خدا هم در این راستا میباشه انشاءالله. تشکر از حضور شما در برنامه و سپاسمند هستم که تشریف آوردید. تشکر از شما هم، تشکر از بیننده های عزیز شما هم که سلامت باشید. سپاس از شما بیننده های عزیز همچنان که تا ایدم همراه و بیننده ماستین. اگر همکارا همراه ما همیاری کنن که در بخش بعدی چی با خود داریم. خب گزارشی هست و برنامه هست، همکارا رفتن باز هم سراغ از شرکت ها، یکی از شرکت ها را با خود دارن. میریم با هم یک جا میبینیم که کجا رفتن و قرار است چی کار انجام بدن. برمیگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند بخشنده مهربان. همچنان از دومین نمایشگاه افغان لاجورد در خدمت شما خوبان و نازنینان بیننده هستیم از دریچه زیبای تلویزیون جهانی ترقی. همچنان به غرفه ها رفتیم، سر زدیم، با صنعتکارا صحبت کردیم، همچنان با مسئولین صحبت کردیم، با کسایی که بازدید کننده بودن صحبت هایی داشتیم، ولی یک جای خاص و متفاوت آمدیم. شرکت تجارتی حامد راستین، برند انصاری توشیبا در افغانستان. آقای راستین هم حضور دارن در غرفه. بیاین که اکثر صحبت هم با اونا داشته باشیم، معلومات از اونا بگیریم که کاربار چگونه بوده، نمایشگاه چگونه بوده و تا اینم که روز دوم نمایشگاه افغان لاجورد است چگونه سفری شده. آقای راستین سلام، وقت شما بخیر. سلام، خوش آمدین. خوش آمدین. بخیر و برزد باشین. آقای راستین ما شما رو کامل میشناسیم، دوست داریم که با بیننده ها یک معرفی کامل داشته باشین، چون همه اکنون علاوه بر هرات و افغانستان در بیرون از مرزها هم نیست شما را از دریچه تلویزیون ترقی میبینن. خیر باشین انشاءالله. سلامت باشین. سلام گرم خدمت بیننده ها، شما هم تقدیم میکنیم. راستین صاحب، انحصاری برند توشیبا هستین، موضوع از چه قرار است؟ برند توشیبا از قدیم الایام برند خوبی بوده. از زمانی که شروع تولید این کمپانی به کشور ژاپن شده تا به حال اینا خوشبختانه فعالیت میکنن، کیفیت عالی داره و همو دلیلی که ما هم تجربه کافی در بخش الکترونیکس اینا داشتیم، انتخاب ما برند توشیبا بوده برای مردم شریف افغانستان ما. چگونه بوده؟ رضایت دارن مشتریان شما از این برند یا خیر؟ قسمی که بیشتر از مشتریان ما مطلع هستن، ما اینا از روزی که آوردیم تا به حال به فروش میرسانیم تحت ضمانت شرکت خود خوب به فروش میرسانیم. بنان شکر خدا تا به حال شکایت ندیدیم نسبت به تیراژ فروشی که داشتیم، شکایت ندیدیم از مشتری ها. خود رو همین دلیل ادامه واردات از این انشالله دادیم و انجام میدیم باید. راستی سید بیه که چند قدمی هم در غرفه شما بزنیم. غرفه شما نسبت به غرفه های دیگه کمی بزرگتر هم فکر کنم هست. در رابطه این محصولات صحبت بکنیم که چند نوع دارین لوازم خانگی، از چی قبیل است و قیمت ها در چی حد است؟ معمولا برندهای انحصاری قیمت ها فکر کنم بالا. جنس های انحصاری بیشتر جنس های خوب انتخاب میشه، کیفیت ها اینا لباس شیاک است، یخچال های توشیباک است، خوب بالا است. اجناس خردریزه باز از کمپانی های کارخانه های چین است که ما انتخاب میکنیم، اونا هم با کیفیت بالا انتخاب کردیم.
باز هم به همین دلیلی که ما اینا رو تحت ضمانت شرکت خودتون میفروشیم، کوشش میکنیم که نظر به تجربه‌ای که داریم کیفیت کوالیتی بالا رو انتخاب بکنیم که بتونیم رضایت مشتری خود با خود داشته باشیم. خوشبختانه مشتری ها ما همه جنس ها خورده ریزر هم که از ما بردن تا فل حال رضی هم. جنس های بزرگ هم که همچنان ما ضمانت کارت میدیم برای اینا، اگر یک وقت به مشکل هم میخوره باز هم به مشکل همشری ها خود رسیدگی میکنه. راستی سیب ما دیروز اتفاقا همه قسم کمینجی بودیم با همکارا صحبت کردیم، گفتن یخچال توشیبا دو هفته اگر بادنجان رومی داخل از باشه خراب نمیشه، این موضوع چه قراره؟ آپشنایی که کمپانی توشیبا رو اونا کارگزاری کرده باعث این میشه که همه ویژگی‌ها رو داشته باشه. همین. حتی اگر برق هم نباشه. برق نباشه دیگه متاسفانه. اگر ما و شما موتور خود تل نندازیم راه نمیره. یک شوخی کردم با شما. واسین صاحب بیم از اینا بگذاریم. نمایشگاه چطور بود؟ چقدر مفید بوده تا حال؟ فکر میکنین مؤثر واقع شده یا خیر؟ باز هم خوشبختانه ما و شما به شهر هرات تجاربی داریم نسبت به برگزاری های نمایشگاه اینا. چندین نمایشگاه تا بالا ما اشتراک کردیم. نمایشگاه ها خوبی داره که از یک طرف جنس رو برای مردم معرفی میسازه، از یک طرف یک مجموعی ایجاد میشه که مردم زودتر بتونن دسترسی پیدا کنن به جنسی که ضرورت دارن. دیگه تاثیرگذاری خیلی خوب داره، ما که خوشیم انشالله که بازدید کننده ها و مشتری های ما هم راضی باشن انشالله. رضایت از اینا رو ما فکر کنم مثبت دیدیم بخاطر از اینکه غرفه شما از دیروز سالش زیاد شلوغ بود. بخاطر رسی سیب مسئولین هم آمدن، من فکر میکنم که البته تا جایی که من توجه کنم ولی سیب هم فکر کنم به غرفه شما آمدن. ولی سیب چی گفتن؟ چقدر الان حمایت کردن از شما؟ تشکری خاص از دولت مردا ولایت خود داریم، مملکت خود تشویق میکنن، پشتیبانی میکنن، بس امنیت شکر خدا ما مثبت میبینیم. خواهش ما اینه که تجار تشویق بکنن تا ما که فعلا وارد کننده هستیم بتونیم یک زمان همینا رو بمیجی تولید کنیم تا باعث نشه که پول از داخل مملکت خارج بشه، بلکه پول داخل مملکت بیایه. دیگه پشتیبانی دولت مردار میخواییم، سرمایه گذاری زیاد به کار داره، همه چیز نوپایه، باید مردم هم تلاش بکنن و گرچه نمایشگاه نمایشگاه تولیدات داخلی همون، تا ما هم با آرزوی از این که یک زمان بتونیم همینجی اینا رو تولید بکنیم آمدیم، اشتراک کردیم، انشالله که ببینیم خداوند که ما رو به آرزوی ما برسن. صحبتای ما با شما تمام نشده راستین صاحب اینجی. دوستای عزیز راستین صاحب روان میکنیم به استیج ویژه از دومین نمایشگاه افغان لاجورد، ما میریم به سراغ مردم و غرفه‌داران دیگر، با ما باشی. درود دوباره خدمت تک تک شما عزیزان و امیدوار هستم که از لحظات و ثانیه های برنامه ما لذت ببرید. دومین دور نمایشگاه افغان لاجورد به همکاری تلویزیون ترقی است و به گونه زنده و مستقیم و اختصاصی از طریق تلویزیون جهانی ترقی و همچنان کانال یوتیوب تلویزیون جهانی ترقی بیننده و همراهمان در افغانستان، گوشه کنار افغانستان، قریه قصبات و سراسر دنیا هستید. روز و شبتان به خوبی و عافیت سپری شود. در کنار ما جناب حاجی نورالله فیضی مسئول شرکت صنعتی و رنگسازی افغان درخشان هستند. جناب فیضی صاحب سلام، وقت شما بخیر، به برنامه خوش آمدید. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما، بینندگان عزیز، همه دوستانی که ما را از تلویزیون ترقی سلامت باشین. فیضی صاحب به اینکه در رابطه با صنعت رنگ از شما بپرسیم، چه زمانی میشه که صنعت رنگ در افغانستان، هرچند از گذشته های دور تا به حال رنگ و رنگمالی در افغانستان مروج است، ولی به گونه معیاری و استاندارد از کی آغاز شد و ای که شما چقدر در این راستا تلاش کردین؟ کسی که اکثریت هرات اونا را میشناسه شما هستین و خانواده فیضی هست. شما از چند سال در این راستا تلاش کردین، زحمت کشیدین و شرکت های رنگ سازی را بالخصوص در هرات که پایگاه و مقر شما ساختین و توضیح کردین در سراسر افغانستان؟ ما شرکت رنگ، خود شرکت رنگسازی افغان درخشان که تقریبا سابقه کاری و حدودا 40 سال میشه. بله.
که بیرون از افغانستان تولید میشد. بعد تقریبا 6 سال میشه که ما تونستیم را آوردیم داخل افغانستان. بله. داخل هرات، چرک صنعتی هرات. و حدود 40 ساله که گفتم که سابقه کاری داره خارج از کشور بود. بله. بعد آمدیم به هرات و شروع به فعالیت کردیم و تمام جنسایی که تولید میکنیم، موادی که تولید میکنیم، جنسایی با کیفیت. بله. و چندین نوع رنگ محصولاتی که ما داریم از قبیل رنگای روغنی، ضد زنگ، پلاستیک، رنگای نما، اینا همه داخل ایراد بخش قوطی سازی همه داخل ایراد تولید میشه. و خود صنعت رنگ تقریبا از 30-40 سال جلوتر که رنگ وارد ایراد شده و بعدا که صنعتی به فعالیت آغاز کرد تقریبا نزدیک به 20 سال جلوتر چندین شرکت رنگ بود. بله. ما متاسفانه دیرتر شروع کردیم و نزدیک به 6 ساله که افغان درخشان فعال کردیم. بله. معمولا شرکت ها یکی از نویده ها و خوبی هایی را که من امروز از اکثریت دوستان میشنوم این است که میگن شرکت ها در بیرون بودن، ما جمعش کردیم آوردیمش افغانستان. بله، بله. و یکی از خوبی ها و زیبایی هاست که شرکت های بیرونی میان همگی. بله. و به گونه انحصاری در افغانستان میان. در افغان درخشان چه تعداد رنگ را شما تولید دارین و در چند شفت کاری کار میکنین؟ ما تشکر از شما بابت سوالی که کردیم. ما چندین نوع بالاتر از 20 نوع رنگ که ما تولید میکنیم، از قبیل رنگ روغنی، پلاستیک، ضد زنگ، پرایمر، روغن الف، چندین نوع دیگه بخش صنعت رنگ کامل ما تولید میکنیم. بله. و یک مجموعه کامل هستیم بالاتر از 150 نفر. بله. بخش کارمندان و همکارا و بیشتر موقعی تقریبا دو شیفته کار میکنه دیگه. فضل خدا خوبه، کار فعلا برنامه داره. چند خط تولید دارین؟ ما 3 خط تولید داریم که هر خط تقریبا 6 نفر کار میکنه. و بخش قوطی سازی داریم که بالاتر از 20 نفر بخش قوطی سازی کار میکنه. در گذشته ها قوطی ها از بیرون از افغانستان وارد میشد؟ قوطی قبلا از ایران وارد میکرد. چی باعث شد، چی دلیل باعث شد که شما بیارین دوباره قوطی سازی را هم انحصاری کنین بیارین در افغانستان و بسازین؟ کیفیتش چگونه هست و قیمتش نسبت به قوطی های بیرونی چی رقم است؟ کیفیت عالیه. کیفیت قوطی خود ما همین جمعه سازیم عالیه. قبلا از دا ایران وارد میکردیم، مشکلات خود خوردیش. قوطی بالاخره ورقه. بله. یک سری فشار های می آمد رو قوطی و باید که به حساب کرایه و مصارف اینا خیلی گرون در دیگه. ما تلاش کردیم که به زودترین فرصت قوطی سازی فعال کنه. بله. که فعلا هم فعال و خیلی هم خوب کار میکنه. مثل که من پیشتر یک مهمان داشتم کمپانی ساجق بود، ساجق تولید میکردن و اکثریت ما حتما استفاده کردیم ولی نمیفهمیم چیگونه ساخته میشه. بیاین از رنگ هم پرسان کنیم که مواد ترکیبی رنگ چی است، از چی ساخته میشه و تبدیل به رنگ میشه؟ مواد ترکیبی رنگ چندین مواد داره. بله. رنگای روغنی مواد جدای داره و رنگای پلاستیک رنگای جدای داره. یک موادی هست به نام رزین. بله. هم رزین روغنی هم رزین پلاستیک ما وارد میکنیم. دیگه تقریبا 50-60 درصد مواد داخل خود افغانستان هست، همیال هست. بله. باقی مواد از چین و پاکستان و ایران اینا وارد میشه. و هر رنگ، هر پلاستیک، روغنی از خود یک فرمول خاص داره. بله. بالاتر از 17-18 مواد با هم ترکیب میشه، میکس میشه تا یه رنگ میشه، تبدیل به رنگ بشه. بله. و امید هست که 30-40% باقی مانده که از بیرون میای بخیر در خود افغانستان در آینده تولید شه و ساخته شه. ان شاء الله که بشه و کاملا نمیشه. کاملا به خاطر که بعضی معادنی که ما و شما نداریم افغانستان، بیرون از کشوره. بدمی 20 درصد دیگه هم که هسته احتمال زیاد به سالهای آینده روش کنه داخل افغانستان. دیگه و نیاز نشه که از بیرون بیاره. نیاز نمیشه که از کجا بیاره. یک چیز جالبه که در رنگ ها وجود داره آقای فیضی ای است که بعضها ضد آب است. بله. همون موادی که رنگ را تبدیل به ضد آب میکنه که با آب پاک نمیشه چی است؟ او یک مواد است به نام اکرولیک. یک مواد رزینی است به نام اکرولیک که داخل این سطل
پلاستیک استفاده میشه و یک نوعی است که شما حتی میتونه مثلا رنگ که با کیفیت 100% شما شلنگ آب بگیریم بله. یا مثلا اگه کثیف میشه شما در تر کنیم هرچی کش کنیم رنگ پاک نمیشه. بله اون چیزی که بله سیاهی اینا بله. بله رنگ پاک نمیشه. اون به نام رزن اکرولیک میگن. بسیار عالی. افغان درخشان 6 سال است که فعالیت میکنه. بله. فراز نشیب ها با خودش داشته؟ 100% 100% مشکلات بوده. به تجربه های شیرین زیاده است. تجربات شیرینی بیشتر بوده. بله. شیرینی بیشتر بوده به خاطر که جلوتر شما یاد کرده ما شرکت کاملا داخل ایران تولید میشه. بله. چندین سال داخل ایران تولید میشه بالاتر از 30 چند سال داخل ایران تولید میشد که ما تونستیم ایر بیاریم داخل افغانستان. اینا از شیرینی های کار بوده که ما تونستیم اینجی تولید کنیم و همه در کنار هم شرکت های صنعتی که هسته و این بخش رنگ که ما چندین شرکت داخل را تولید میکنیم کوشش کردیم که بتونیم دقیقا بخش رنگ در دیگه ولایات در تمام افغانستان یک رشد بدن که همه یاد میکنم از نام ایراد که ما همچون رنگ داخل ایراد تولید میکنم انشالله. جناب فیضی چیزی هم وجود داره که از پیشتر گفتین که تقریبا حدود 59 رنگ ما تولید میکنیم. بله بله. چیزی هم وجود داره که از ترکیب از این 59 بسازین یک رنگ خاص بده و یا در آینده پلان هست که این 59 را ببرین به بالاتر 55 60 و 70 نو رنگ. بله بله ما کوشش میکنیم که کامل کنه. همیالا که رنگ که ما داخل ایراد تولید میکنیم تقریبا به خودکفایی برسیدیم. بله. تمام شرکت هایی که ما هستیم داخل بخش صنعت رنگ و تمام افغانستان تقریبا اگر رنگ امروز نتونه اجازه ندن که مثلا از دیگه کشورهای همسایه داخل افغانستان بشه ما بخش صنعت رنگ انشالله که میتونیم کفایت میکنه تمام افغانستان 100% کفایت میکنه. بله 100% کفایت. افغان درخشان را از کجاها میتونن مردم پیدا کنن؟ افغان درخشان خود شرکت که داخل شرکت صنعتی هراته. بله. ولی چندین نماینده و چندین دفتر مرکزی داره که از جمله کابل، غزنی، قندهار، هلمند، فراه، نیمروز تمام ولایت سر تا سر افغانستان تقریبا ما نمایندگی داریم. هرات هم که هست چندین جا دفتر مرکزی و دکان ها که هست خود دفتر مرکزی ما جاده بانگخونه. بله. دوگه چرسو هست، اسپینادی هست، جکون هست، همین جایی که هست تمام بخش رنگ که هست رنگ افغان درخشان تمام دکان ها پیدا میشه. بسیار عالی. آیندی افغان درخشان چگونه هست و افغان درخشان را تا 10 سال بعد در کجا خواهد دیدیم؟ انشالله که ما بتونیم افغان درخشان را گسترش بدیم که بیشتر رشد کنیم. حتی ما به فکر از این که صادرات داشته باشیم. بله. برای آینده تنها به خدا که بتونیم تلاش ما هست که ببینیم آینده چه کار میشه. به امید از این که ما در سراسر دنیا بخیر صادرات نه تنها رنگ بلکه تمام چیز را داشته باشیم. انشالله. سلامت باشین. تشکر از حضور قربان شما. تشکر از شما که دعوت کردید. تشکر از دوستان بیننده که ما را پذیرا بودن. یک جان ممنون از شما. قربان شما. در ادامه هم میریم سر میزنیم به افغان درخشان و میبینیم که چی ها و چی کدام رنگ ها در افغان درخشان پیدا میشه. برمیگردیم. لوک داری چی کار میکنی؟ کمرم ست است. چی کار میکنی؟ واو گلیر ترساندی فکر کردم رنگ افغان درخشان داره میرزه داخل کولر. واقعا ترساندی مرا. آب آب فکر کردم اوش نداری لور. ولی خوب است خوب است. رنگ 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 افغان درخشان چند دقیقه پیش به امرای ما آمده بود داخل سید. رنگ تولید میکنه، رنگ پلاستیکی، رنگ های خرید واسه پنجره اینا. اوه
رنگ فانتزی های من. دوست نازنین افغان درخشان شرکتی هست که شما دسته هم با من همراه بودین و دیدین که داخل سید آمدیم صحبت کردیم در مورد محصولاتشان، در مورد پرسنلشان، در مورد تمام چیزایشان. و یک شرکت واقعا بی نظیر هست، تولیدهای خیلی زیادی داره، محصولات زیادی داره و بی نظیر هست و فعلا هم در سیدشان آمدیم، هرچند مهمان دارن. ای ماست اوتی ماست اوتی ماست نی رنگ رنگ افغان درخشان رنگ اوکی ما فکر کردیم ماست که بازش کنم دوستای نازنین باش که بازش کنم. بله امکانم برشون فکر کردیم ماست ماست نی ماست نیست. رنگ های افغان درخشان هست دوستای نازنین که رنگ سفید هست نی باز باش که من باز کنم. لوک کمک میکنی رو بانیم زمین واقعا رنگ های خوبش هست و اگر بازش هم کنیم نظری چیست؟ بخراب کاری کنیم؟ نه نه باز دارم؟ ای ماست ما دستت هم با ما همراه بودین و دیدین که داخل سید آمدیم صحبت کردیم در مورد محصولاتشان، در مورد پرسنلشان، در مورد تمام چیزایشان. و یک شرکت واقعا بی نظیر هست، تولیدهای خیلی زیادی داره، محصولات زیادی داره و بی نظیر هست و فعلا هم در سیدشان آمدیم، هرچند مهمان دارن. ای ماست اوتی ماست اوتی ماست نی رنگ رنگ افغان درخشان رنگ اوکی ما فکر کردیم ماست که بازش کنم دوستای نازنین باش که بازش کنم. بله امکانم برشون فکر کردیم ماست ماست نه ماست نیست. رنگ های افغان درخشان هست دوستای نازنین که رنگ سفید هست نه باز باش که من باز کنم. لوک کمک میکنی رو بانیم زمین واقعا رنگ های خوبش هست و اگر بازش هم کنیم نظری چیست؟ بخراب کاری کنیم؟ نه نه بود خوش بوی خوش رنگ نی
دوستان ناظرین، این رنگ افغان درخشان هست که تولید میکنن. رنگ‌های متفاوتی هست، هم رنگ‌های پلاستیکی هست، هم رنگ‌های دیگه. دیس نزن اینا رو بسته کنیم و بیاییم با هم دیگر چک کنیم که دیگه چیزا دارن یا ندارن. این با خود خارج کردن؟ خارج میبریم. رنگ افغان درخشان بیا ببر که خودت در خارج پسند میگیریم ازشون. و این بود افغان درخشان که تولید در رنگ های خاصی دارن. دوستای نازنین هم ست بسیار مقبوله، هم چیدمان کرده و بی‌نظیر است. با ما همراه باشین ببینیم که لوک چه خرابکاری میکنه و من کجاها قرار است برم و بتونم بهترین های قرفه های